مطابق آیات قرآن کریم شیطان در روز قیامت چگونه پاسخ گناهکارانو میده؟ میگه شیطان شما به زیبایی دنیا و لذت‌های خود رسیده اید و خودتان مسئول هستید. خیر، یادمونه تو سوره ابراهیم شیطان مطرح میکنه من وعده باطل دادم، خدا وعده حق داده بود، من هیچ تسلطی یا سلطانی بر شما نبودم، پس شما خودتون عامل گناه هستید و به مصرخی و به مصرخ کن و دیگه فریاد رسی برای انسان نیست و به عذاب علیم دوچار میشه. سوره ابراهیم به این مسئله میپردازه. خب میگه چی؟ در واقع اینها تو گزینه سوم خداوند به شما وعده حق داده بود، من به شما وعده دروغ دادم، خلاف دادم، خب من هیچ تسلطی به شما نداشتم، میخواستید وعده راست خدا رو در واقع عملی کنید. به خوبی اینجاست و عامل اصلی گناه خود انسان معرفی میشه و به در واقع عذاب علیم دچار میشه. من فقط در زندگی دنیا تسلط داشتم، شیطان هیچ جا بر انسان تسلط نداشته، یا اختلاف شما در دنیا شما را به اینجا رسون، نه اصلا بحثی از اختلاف انسان ها با هم مطرح نیست، شما به زیبایی های دنیا پرداختید، اینم دام های شیطان است.